خطر خواندن طالع نامه و رفتن به نزد ساحران. در زمان قدیم رفتن به نزد جادوگران کار خیلی دشوار بود. باید راه های دور و دراز را طی کرده به نزد آنها رسید. لیکن در این زمانه ما رفتن به نزد آنها و یا به علاقه برآمدن به آنها خیلی کاری آسان گشته است. با زیر کردن یک نقطه‌چه شما در نزد آنها هستید و با واسطه تلفن موبیلی و با واتساپ و اینترنت می توانید به آنها مکتوب روان کنید و یا به سامانه آنها داخل گردید و یا ورقه ها و مجله های آنها را بخرید، مجله هایی که در آن طالع نامه ها دارد. برادر عزیز، تو آن را می خوانی که در آنجا نوشته شده است که این هفته تو خبری خوشی میشنوی و به کجای سفر میکنی و از مالت چند مقدار از دست میدهی. ما بدانیم که نظر کردن به آن طالع نامه ها خود آن حکم رفتن به نزد جادوگران است. گناهی آن به مثل گناهی که جادوگر دست شما را گرفته به کف دستتان چیزی میخواند و یا به ظرف چیزی خونده به شما میدهد. همه اینها حکمش یک است. حکم شریعت آن است که هر شخصی که به نزد غیبگو و سر دلگو میرود پس به تحقیق 40 روزه نماز او قبول نمیگردد و اگر آن شخص گفته غیبگو و سرگو را تصدیق کند پس به تحقیق به اون چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر شده است. به تلفن موبیلیت مکتوب می آید که در آن نوشته شده است تو خوابهای بد می بینی که تو را عذاب می دهد. تو باید به ما نام خود و نام همسرت را نوشته روان کنی و غیرها. و یا ما می توانیم شخصیت تو را بیان کنیم که تو در حقیقت مهربان هستی و یا نه. پس وقتی که تو به آنها نامت را نوشته روان کردی بدان که 40 روزه نماز تو به درگاه الهی قبول نگردید. اگر به تو نامه آمد که تو شخصی عصبانی یا مهربانی یا خوشبخت و یا بدبختی، پس اگر تو گفته آنها را تصدیق کردی به تحقیق به آن چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر گشته ای. و بعضی ها میگویند که من طالع نامه ها را تصدیق نمی کنم و یا خواندن به کف دست را نیز تصدیق نمی کنم، ولی تنها از آنها سوال می کنم. ما میگویم که این سوال کردن و پرسیدن تو را به کفر و شرک می برد. پس تو با این کارت به فتنه دوچار گشته ای. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرمود: بگو ای محمد، آنهایی که در آسمان ها و زمین هستند غیب را نمی دانند مگر الله سبحانه و تعالی.